در این بخش از برنامه با همکارم سارا دهخان هستیم تا درباره آثار موسیقی چند نفر از هنرمندان غیر متعارف ایران در سالی که گذشت صحبت کنیم. سالا بهت سلام میکنم، درود میفرستم، سال نو رو بهت تبریک میگم. منم همینطور به تو تبریک میگم و به بینندگان عزیز برنامه شباهنگ، تک تک شما امیدوارم که سالی بسیار خوب داشته باشید. خب میدونم گزارش مفصلی رو تهیه کردی که پیش از اینکه اونو ببینیم به فرصتی داریم راجبش یه گپ کوتاهی بزنیم. چرا به سراغ این هنرمندا رفتی و چه ویژگی در آثار اونها هست که در این گزارش گنجونده شده؟ خب اینا میشه گفت که در واقع هر کدوم به نوعی هنرمندان نامتعارفن و همشون آلبوم دادن بیرون سال گذشته و فرصتی فراهم شد تا من باشون گفتگوی داشته باشم. در واقع چهار تا گروه هستن که اگه موافق باشی یه توضیح کوچیک راجع به هر کدوم بدم. خوشحال میشم ببینیم چه کسانی در این گزارش هستن. خب گروه عجمه که عجم یه نام گروه موسیقی آلترناتیو در لندن که البته اول گروه سیمرغ بودن، بعدن اعضا جدا شدن و تبدیل شدن به گروه عجم. سوالی که همه بیننده ها پرسیدن بعد از اینکه ما این گفتگو رو داشتیم این بود که چرا اسمشون عجمه. درست داره، برای منم این کنجکاوی هست چرا عجم. آره منم پرسیدم ازشون که پرسیدم که چرا واقعا اسم عجم رو انتخاب کردید، ولی در واقع خواستم با انتخاب این نام از اون بار تحقیرآمیز و غیر انسانی این واژه و واژه‌هایی از این جنس کم بکنن و در واقع هدفشون همون هدفی بوده که بر اون اساس در واقع کار میکنن، یعنی ریشه یابی سنت ها، فرهنگ ها و مثلا آواهای بومی. یعنی اومدن تاکید بذارن بر آنچه بر سر ایرانیان اومده و اتفاقایی که مثلا تاثیر گذاشته روی فرهنگ ایرانی و بر حال اومدن از این بار منفی این کم بکنن. اسم آلبومشون هست رقص مردونه، یعنی اومدن بر حال از این طریق مردونه نگاه کردن به فرهنگ. اسمش هم خیلی نامتعارفه، اسمش هم خیلی نامتعارفه، خیلی ضرباهنگ قشنگی داره، خیلی پر انرژیه. آلبومشون رو اینم میدونم سوال خیلی ها هست، آلبومشون روی آیتونز الان در دسترس هست، ولی اعضای گروه سخت دارن تلاش میکنن برای شمایی که دوست دارین آلبومشون رو تهیه بکنین در ایران که یه راهی پیدا بکنن که شما بتونین حتما این آلبوم رو تهیه بکنین. بسیار عالی، براشون آرزوی موفقیت داریم. چهره دیگه که یا گروه بعدی؟ گروه بعدی گروه کیوسکه که آلبوم سه تختیره رو به بازار داد سال گذشته. نیاز چندانی به معرفی نداره دیگه کیوسک، همه باهاش آشنا. درسته گروه کیوسک واقعا نیاز به معرفی نداره، ولی میشه گفت که آلبوم سه تختیره در واقع گشوده شدن فصلی تازه بود در کارنامه هنری کیوسک. ترانه ها خیلی متنوع هستن، در واقع میشه گفت از اون دوران تجربه اندوزی عبور کردن، خیلی ترانه هاشون پخته شده، خیلی الهام گرفتن از موسیقی کلی ها، یعنی خیلی شبیه موسیقی کلی هست. آلبوم ویژگی که داره اینه که به صورت زنده ضبط شد در کلوپ جاز یوشیز در سان فرانسیسکو. برای اینکه آرش هم خودش گفت برای اینکه اومدم اون چه که از دل زیرزمین‌های ایران در اومده رو به صورت یک فرم هنری نشون بدم، چون بچه‌هایی که ایران هستن و موسیقی زیرزمینی کار میکنن این فرصت رو ندارن که به صورت زنده ضبط بکنن و همه کارشون رو بتونن بشنون. گروه بعدیمون گروه دنگ شو هست که الان هم یه بخشی از اجراشون رو دیدیم، گزارشی که پخش کردیم ما رو اجرای زنده داشتن در لس آنجلس. گروه دنگ شو آلبوم شیراز چل ساره رو داد به بازار. سبک کارشون یه جوری نمیشه گفت که فقط اومدن جاز و مثلا با موسیقی اصیل ایرانی ترکیب کردن، چون واقعا بیشتر از اینا زحمت کشیدن. تنظیم کارشون خیلی قویه، به هیچ وجه تکراری و یک نواخت نیست، خیلی اومدن اشعار حافظ رو واقعا دلنشین کردن، یعنی گوش میکنی واقعا از حافظ خیلی لذت میبری و نوآوری خیلی داشتن تو این آلبوم و در واقع این آلبوم واقعا این شراب 40 ساله آدم رو میبره به خلسه. بسیار عالی، می‌خوایم در آینده بیشتر بتونیم از آثار این گروه در برنامه باشیم. آره حتما سعی میکنیم که بیشتر باشون گفتگو ترتیب بدیم. و فرامرز اصلانی که همه میشناسن، واقعا نیاز به توضیح نداره، ولی آلبوم خط سوم رو بعد از 10 سال سکوت منتشر کرد، ولی خب دقت و وسواس بسیار زیادی روی این آلبوم واقعا خرج داده روی ترانه های این آلبوم و برخلاف روزهای ترانه و اندوه در آلبوم خط سوم خیلی تاکید زیادی شده روی شعر تا موسیقی.
من یادم سالها با یه اشنایی صحبت میکردیم، گفتم خب این آلبوم که میاد بیرون، گفت امید خدا سال آینده، ولی ده سال طول کشید. همین ده سال طول کشید و من گفتم اصلا آقای اصلا باورم نمیشه این آلبوم هست و نشون دادن، گفتن نه اینا هست آلبوم اینجا. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پس این گزارشی که ما میبینیم مجموعی از نظرات و گفتگوهای این افراد و بخشای از موسیقیش. خیلی سپاسگزارم، نوروز به تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی داشته باشید. ممنون. سان عزیز میریم و این گزارش رو به اتفاق شما میبینیم. بس سقف زمانه من دیدی همه فقط حرف بودن، حرفات تموم شد. اینجا هم یه فرهنگی داره ولی به من ربطی نداره. نارم باش همواره نفر اول صف تو مسابقه یه رادیکالیست، دشمن قسم خورده یه نظام فاسد کاپیتالیست. دل بر جانمه، دل بر جانمه، آه تابانمه، آه تابانمه، به پیش من، به پیش من، بیا 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 بیا. تو این جایی که هستیم من به عنوان یک ترانه سرا یا به عنوان یک کسی که دارم موسیقی کار میکنم در قصه خودم رو میگم و چیزی که بیشتر از هر چیزی من اذیت میکنه شرایط موجوده و فکر میکنم خیلی از هنرمنده دیگه همین هست. واقعیت اینه که مخاطبین ما از یه سطح فهم و شعوری برخوردارن که این اجازه رو خودمون نمیدیم بخوایم تیبونی بذاریم و براشون سخنرانی کنیم و از شرایط اجتماعی بخوایم نقدی بخوایم انجام بدیم. زندگی من بستگی به این داره که بتونم بنویسم، بتونم بسازم، بتونم بخونم و مهمترین چیز اجرا کردن این آهنگ هاست. کارمون اینه که یه پلی باشیم بین اون نوع موسیقی بکر و شنوندهی که شاید هنوز نشنیده باشه همچین موسیقی رو و صرفا دیگه اون موسیقی رو به عنوان یه موسیقی موزهی بهش نگاه نمی کنیم. شباش اومدم در خونه تو، مجنون و گریون دل نگرون، اومدم در خونه تو، یک شاخ گل در دستم، سر راحت بنشستم، از پنجره منو دیدی، مثل گل ها خندیدی، به خدا نگهت از خاطرم یعنی گمنامی رو کارشو میشنویم و میبینیم که چقدر یاد دنشو میفتیم با شنگنی کاراش و اینکه دو بار سه بار این اتفاق میفته و این دو سه نفر هیچ ارتباطی به همدیگه نداره سالش و همین باعث میشه که هنوز یه تیپ وسیع تو ذهنم باشه از دنشو. تلفیق کردن هیپ هاپ با موسیقی ایرانی الان توی گروهایی که میشنویم تو ایران هم هست، خیلی استفاده میکنم. متعاد بحث اصلیش اینه که موسیقی ایرانی رو به عنوان یه زینت تو کار هیپ هاپشون استفاده میکنیم. فرق موسیقی ما اینه که سعی میکنیم موسیقی مدرن امروزی، حالا بخوای هیپ هاپ باشه یا راک باشه، زینت موسیقی ایرانی بکنه بشه. غیر از این آلبومی که حالا ضبط زنده ما همیشه ضبط میکنیم و بعد گوش میکنیم، اگه واقعا دیدیم که رفتی نداره یا بی‌معنی خودمون راضی نیستیم مطرحش نمی کنیم. امیدوارم این کاری که الان داریم می کنیم در اون حد قابل قبولی باشه. من اصولا همیشه متوجه این بودم که کلام در وهله اول در درجه اول قرار داره، موسیقی قابیه دور کلام. پیام از خلاف مرز اومد که رقص دستمال رقص سرشونه، توپ بزم اونه بخون رقص مرزونه. امید شخصیم اینه که بچه های ایرانی دنبال این باشن که یه سبکای جدیدی درست کنن که ریشش توی جامعه خودشونه، یعنی تقلید از سبکایی نکنن که ریشش
نمیدونم اون ور آبه یا این ور آب، کلا اصلا زیاد آخرش هم اوریجینال یا خوب طبیعی به گوش نمیادش. به هر حال خلاص من عقیده شخصی من، کلیه کارها ثبت شد، شعرها مجوز براش گرفته شد و در واقع تو تک تک مراحل هم موازی با ضبط کار میکس انجام شد و همونطور که داشتیم پیش میرفتیم اتفاقاتی افتاد، مجموع شرایطی پیش اومد که آروم آروم رو به این نتیجه رسوند که نمیخوایم که این آلبوم رو در ایران منتشر بکنیم. به همین دلیل بچه‌مون رو بغل کردیم و آوردیمش بیرون از اون محیط. با توجه به اینکه فاصله ای که علاوه جغرافیایی آدم با ایران داره، یه مقداری تو شاید میشه گفتش که یه بریدگیایی رو یه خشو چیزشو میگیری از تو شعرت، بخاطر اینکه دیگه اونقدر تیز نمیبینی همه چیزو، یه مقداری از دور داری نگاه میکنی به همه چیز، ولی میگم دیدگاهت عوض نشده، نگاهت عوض نشده، یا در واقع بگم جهت نگاهت حداقل عوض نشده. چون ما دوریم از اونجا، یعنی دستمون بر آتش نیست به قول معروف، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم حمایته، حمایت روحی، حمایت این هستش که بگیم که شما تنها نیستید. غریب شهرم و غریب با همه کس، گرفته پنجه زمان راه نفس، همیشه آشنای من توی تو بس، غریبم ولی نه با زمانه خود، چه خارها کشیدم به شانه خود، که هدیه آورم گل ترانه خود. یه تعداد قلیلی این انتقاد از ما میکنن که شاید ببخشینه من استاپ دقیقاً من داشتم میگم بزار بره دستم اینجوری بود شروع کرد پاس اینا بزار اصلشه یه خورم برو رفتم داره روی فضای تمام ترانه ها رو عوض میکنه. ببخشید سارا جون، یه نفر رو خط میاد میگه can you hear me؟ okay I can hear you, yes I'm in the middle of an interview. چی شد؟ نه یه نفر اومده رو خط میگن از دی سی هم کنی یه می حالا همه فکر کنه من سیگاریه. هم در زم اسمش دنگ مون و دنگ مون میشه هندونه به تایلندی دنگ مویه، چون هندونه زرد و سبز و چند رنگ هندونه داره، هندونه قرمز میشه دنگ مو دنگ، یعنی هندونه قرمز.